شکست دادن گروه دولت اسلامی و حفاظت از خاک و کشور از خطر حملات مانند واقعه سان برناردینو توسط یک زوج تندرو در میان اولویت های کاری سال 2016 و آخرین سال رئیس جمهور اوباما در قصر سفید خواهد بود. خوب ما گروه دولت اسلامی را شکست خواهیم داد و این کار را با آوردن فشار به شکل سیستماتیک قطع منابع مالیشان از بین بردن رهبریتشان از بین بردن نیروها و زیربناهایشان انجام خواهیم داد. در جلسه آخر سال خود، آقای اوباما گفت مذاکرات بین برای انتقال سیاسی در سوریه خیلی مهم است. در حال حاضر غلبه بر اوضاع و ویرانی های سوریه خیلی دشوار است اما برای یافتن راه یک انتقال سیاسی که بتواند دولت سوریه را حفظ کند و درک کند که جوانب مختلف مسئول وجود دارد توجه معطوف گردد و امید آن است که یک آتش بس آغاز گردد که شاید کامل نباشد اما به همه جوانب اجازه دهد تا به آنچه که باید هدف شماره یک ما باشد تلاش ورزیم که همانا مبارزه با داعش و متحدینش در منطقه است اما انتونی کوردزمن یک تحلیلگر سیاسی انتظار هیچ نو بهبود را در سال 2016 ندارد ما در حال مذاکره روی یک سلسله از جنگ ها و جنبش های خشونت آمیز در بسیاری از کشورهای جهان اسلام هستیم و حتی اگر ما بتانیم که گروه دولت اسلامی را فردا شکست دهیم، از همه آماری که از تروریسم در همه کشورها داریم حداقل دو بر حجم دهشت افغانی به با دلیل باقی خواهد ماند که توسط جنبش های دیگر هدایت می شود آقای اوباما گفت او همچنین در نظر دارد شمار زندانیان گوانتانامو را به تعداد زیر 100 تن تقلیل بخشد امیدواری خود را در قبال آنکه قصر سفید و رهبری جدید حزب جمهوری در کنگرس بتوانند با هم یک جا در این راستا کار کنند ابراز کرد در مورد مشارکت ترانس نیز صحبت کرد توافق نامه تجارت جهانی و بزرگ که توسط دوازده کشور تصویب شده است و گفت آن را باید به با امضا رسانند پس از یک دوره تعطیلات در هوایی رئیس جمهور اوباما در اوایل ماه جنوری به واشنگتن باز می گردد و دستور کاری خود را برای اخیر سال روی دست خواهد گرفت. لیلما حبیب عزیمی تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن.